آی سهراب از آلمان بفرمایید. بله، میخواستم آی استاد فرمودن که در تمام مثلا قبلت هایی که از چندین قرن زنها را برای خلاصه مسئله جنسی میگرفتن یا زن و خلاصه کمتر از مرده حساب میکردن. بله. خب حالا مثلا در مورد همون که من خودم مسلمانم الحمدلله شکر، خب خیلی مثلا خود اهل در مسار اهل تشیع مثلا ازدواج موقت که میگیرن یا در اهل تصنن مثلا تا زن میتونین مثلا نکاح بکنی، آیا این ازدواج ها برای مثلا جنسیه یا یعنی حقوق اسلامیه؟ من اینو میخواستم مثلا برای روشن باشه. این سوال هم باز مطرحه، شبهه مهمی است. بله، آیا تعدد حق شهوت؟ بله. خب استاد حسین، نمیدونم با موضوع خودمون تکمیلش کنیم بعد بپردازیم به سوال ها. اگه حقوق زن رو تکمیل کنیم که بهتر کنیم. بله. باش. از جمله حقوق همسر بله. مثلا اینکه حفظ آبرو و حیثیت بله. زن هست بله. و مرد حق ندارد که کلماتی به کار برد که مورد زنش مورد اهانت قرار بده بله. یا اینکه کاری انجام بدهد که به آبرو و حیثیت زن خودش بله. لطمه وارد کنه یا بخواد دست بر روی همسر خودش بلند کنه بزنه به ناحق بله. حق بس فحاشی نسبت به همسرش نداره، حق نداره لعنتش کنه. حال متاسفانه در خیلی از جامعه، یعنی مرد از اونجایی که در جامعه اسلامی یا در جامعه شرقی کلا مدیر خانواده هست، حق بیشتری داره، معناش این نیست که آبرو و حیثیت اون زن رو بله. نه بکنید. شما فرمودید که جامعه شرقی، حتی در جامعه غربی شما در انگلستان بیشتر هست. بله. پارسال در اون آماری داده بودن، نگاه کنید چقدر مردها زنان خودش مورد اذیت آزار قرار میدن. بلد. در جامعه جوامع هست متاسفانه. بله. اما اسلام این حقو برای زن محفوظ نگه داشته به عنوان یک انسان. بله. به عنوان یک انسان هست و نباید اونو مورد اذیت آزار قرار داد. حتی اسلام حق نداده که مرد زن خودش رها کنه مگر در یک زمان خاص، یک محدوده خاص، یک زن سرکشی کرد بس. حتی زدن زن هم اسلام اجازه نداده مگر زمانی که بار زن سرکشی کنه، حاضر نباشه که نصیحت قبول کنه. و این زدن هم زدن باید به نرمی و آرامی باشه، اینکه فقط بس. گفتن که با چوب مسواک مثلا، مثل قلم زدن گونه بس. با چوب و مثلا با لگد چون درست نیست. همچنین از اون از جاهایی که فتنه هست و اسباب فتنه دور کنه زن خودشو، آبرو و حیثیت زنشو حفظ کنه، از مجالسی که بد هست دورش کنه. مرد باید اون به حساب وقایع و حوادثی که پیش میاد و باعث کینه و دشمن میشود با حکمت اینها رو از بین ببره و زن خودش رو حفظ کند به هر نحوی شده، به خصوص اگه در بین همسایه ها باشه، در بین قوم و طایفه. باید مرد با حکمت زن خودش رو حفظ کند. معناش این نیست که همیشه طرف زنش رو بگیره، دفاع از زنش کنه. بعد با حکمت آبروی و حیثیت خودش و همسرش رو حفظ کند. از این مرد باید اسرار زن خودش رو، اخلاق زن خودش رو بین خودشون بمونه، نیاد اخلاقیات زن خودشو برای دیگران نقل کنه. این جزء آبرو و حیثیت. بله بله، اسرار خانواده بله. این جزء آبرو و حیثیت خانوادگی بله. مرد زن است. بله. در حدیث رسول الله که هر کس که در دفاع از آبرو و حیثیتش کشته شود شهید هست. بله. شهید هست کسی که در دفاع از آبرو و حیثیت خودش کشته شود. بله. نگاه کنید در قضیه افک. بله. چون قضیه آبرو و حیثیت بود. بله. نگاه کنید دشمنان چگونه از این قضیه استفاده کردن برای ضربه وارد کردن به رسول الله علیه السلام. و این قضیه همیشه در طول تاریخ تکرار می شود که علما و دعات و مصلحین همیشه دشمن می خواهد که از آبرو و حیثیت اونها سوء استفاده کند، لته پاره کنه. بله. بعد اینکه نگاه کنید لکه‌دار بکنه. بله بله. و دقت کنیم که چگونه رسول الله علیه السلام با این قضیه برخورد کردند با حکمت و آیات نازل شدند و برائت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را اعلان فرمودند. پس حفظ آبرو و حیثیت زن این از وظایف عمده و اساسی مرد است. خیلی قضیه مهمی است، به خصوص در قضیه صحبت کردن با همسر. نگونید خیلی اصلا در خانواده وقتی وارد خونه شدن سلام نمی کنند به همسر خودشون،
ننگ میدونن. وقتی در خارج از خونه هستن خیلی بشوش هستن، لبخند میزنن با دوستانشون، وقتی ما داخل خونه خیلی انسان عبوسی است، ترش روست، با همسر خودش صحبت نمیکنه، اصلا جواب همسرش با سربالایی میده، اصلا اهمیت نمیده همسرش چی داره میگه. خب اینا همه از جمله حقوق زن هست که مرد باید در خانواده، همونطور که وظیفه زن هست که محیط آرامشی که محل آسایش باشد وجود داره، همین قضیه در مورد مرد هم هست بله. که مرد باید چگونه برخورد کند همسر بله. خودش بهش احترام، انسان هست بله. برده که نیست، حیوان که نیست بله. همسر توست، باید بهش احترام بده، وظیفه است که خدا بر گردن تو گذاشته به عنوان یک انسان بله. شما وقتی میرید خونه دیگران سلام میکنید، خونه خودت اومدی باید سلام کنی، باید بهتر باشه، بهتر هم باشه انسان بله. بله. اصلا متأسفانه میبینیم که در حالا مثلا زن مرد به همسرش میگه که آب بهم بده، بعد آب بهش میده میگه که وضو داشتم، وضو مشکوندی، یک دعوایی مرد ایجاد میکنه به خاطر اینکه بله. اگر از استاد حسینی از اینا بگذریم سریعتر چون وقت برنامه رو به اتمام هست، از جمله حقوق بسیار مهم زن مثلا اینکه معاشرت کردن، زندگی کردن باید به خوبی و زیبایی باشه، و عاشروهن بالمعروف. منظور معاشرت چیه؟ معاشرت کل زندگی، رفتار، اخلاق در خانواده، با همسر بس. در همه جوانه به زندگی باید به معروف باشد، بالمعروف هم میفرمند که به معروف یعنی چیزیست که عقلی که سالم هست بس. اونو قبول داره، عرف و عادتی که درست و صحیح هست بس. اونو تأیید میکنه و شرع هم اون رو مورد تأیید قرار داده بس. معاشرت باید بالمعروف باشد بس. زندگی کردن با همسر باید بر اساس اون ضوابط لطف و رحمت بله بالمعروف باشد بله بله. مثلا از جمله این معاشرت معروف که انسان وقتی قرار بده برای نشستن با اعضای خانواده بله. با همسرش، با فرزندانش بشینه صحبت کنن، اگه مشکلاتی هست حل کنن، رعایت نظافت شخصی، همین اینها از جمله مثلا مسواک زدن بله. مثلا موی سرشو شانه کردن، به خود رسیدن، به زیبایی بارشان لباس زیبا پوشن، همه اینها میشه از جمله معاشرت بالمعروف بله. در خانواده خوب بودن معاشرت بالمعروف هست بله. همکاری در کارهای خانه، همکاری در کارهای خانواده، همه اینها از جمله معاشرت بالمعروف هست بله. و همچنین از جمله حقوق مهم زن، حق زن در عبادت خداست، آزاد بودن در عبادت خدا. نگاه کنید اول اینجا سوال ایشون مطرح میشه، سید مؤمن از امارات بله، نه مثلا عبدالواحد از ایران، که نماز جماعت زن حق بشه بله. حالا نگاه کنید وقت قبلا مشدار میره تمام بشه بله بله، حق زن در عبادت خداوند آزاد هست، در بله. توحید خداوند آزاد هست بله. نگون اولین کسی به پیامبر ایمان آورد چه کسی بود؟ خدیجه بله. قبل از رسول، قبل از ابوبکر، قبل از علی، قبل از همه بله. و بعد هم دختران رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آوردند. ولی نکته اینجا مطرح میشه استاد حسینی، حق عبادت رو مطرح کردید، در باب نافله نباید غلبه بکنه بر زیر پا گذاشتن حق همسرداری. بله بله، در عبادت خداوند اون حق داره بله. آره میاد وقتی که ادای سنت هاست با تعارض پیدا میکنه با حقوق و واجبات بله. اینجاست که حقوق و واجبات بنده خدا مقدم میشه بر سنت ها و نوافل بله. مثل بله. چی مثلا؟ مثل روزهای سنت بله، روزهای سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که ای زنی در حضور همسرش یا روزه نافله نگیره مگر بله. با اجازهش بله بله بله، مثلا میخوام توی صحبتتون بله خواهش میکنم، حالا قضیه نماز فرمان بله. میگن که رو به اتمام هست بله. ما میخوام بله. اما نماز جماعت در حدیث اومده پیامبر فرمودن که زنها را بله. از رفتن به مسجد باز ندارید بله. در حالی که خوندن در خونه بهتر هست، اما بله. اگه میخوان برن مسجد و مثلا امنیت هم هست بله. حق ندارد که بازش داره. عبدالله بن عمر رضی الله عنه وقتی که بله. این حدیثو برای فرزند خودشون بازگو کردن، فرزند گفت که من بازش میدارم، زن اجازه نمیدم، گفت که من میگم رسول الله علیه السلام فرموده، تو میگی من میگم و بازش میدارم، سوگند به خدا باید حرف نمیزنم دیگه. آیا این مستند که حدیث رسول صلی الله علیه وسلم فرمود و بیوتهن خیر لهن، مستند بر این نیست که در خانه و اتاقشون نماز خوندن بهتر و افضل است؟ بله، بخود زمانی که فتنه باشه. سید مومن پرسیده بودن از امارات که خب همسری یا زن مسلمانی روزش رو افطار کرده به خاطر وضع امن کردن، این قضای این روز رو، حالا هرچند که ارتباط هست موضوع، ولی پاسخشون بگیرید. صحبت از برنامه پنجره است. قضا میکنن بله، هر وقت که میسر باشه بله، در طول سال به طور تعداد روزهایی که روز رو افطار کردن اونجا قضا میکنه. و ما دو چیز داریم، یکی قضا داریم بله.
که خداوند گفتن کسی که عذری داره روزش میخوره قضا میکنه، اما کسی که نمیتونه روزه بگیره اصلا این شخص برش کفاره است. دیگه حالا بین کفاره و قضا جمع نمیشود. حالا بعضی میگن که بعد اگه تاخیر کرد یک سال، ولی مستندی ندارم. آقا متین از تهران، عشان که مازشون به هر حال اگر که ذره باشون تون رفتی معذرت میخوایم، چون این منبر ما منبر آزاد هست، درسته برنامه زندگی است واسه همه هم هست، ولی قصد اهانت به کسی نیست، هیچ دین مذهب یا قومیت یا ملتی در اینجا از خلال این منبر آزاد و از خلال این برنامه ها نباید باشه. آمدین ایشون سوالشون یا شبه میشون درباره تعدد ازدواج ها بود، آیا اینکه اسلام اجازه داده؟ ایشون گفتم عرب، عرب نیست، ما در اسلام داریم این قانون، کار به عرب نداره، قانون خداست واسه تمامی بندگان خداست که تعدد بحثش کاملا جداست. ولی آیا این شبهه به وجود نمیاره که مرد رو میخواد شهوت رانی از دید شهوت به زن داشته باشه؟ آیا از حق از این باب آیا از حق زن نیست که شوهر داشته باشه؟ حتما. خب کدام یکی بهتر است، ما زنی را رها کنیم بدون شوهر و بخواد ارضای شهوت جنسی خودش رو بکنه به هر نحوی که باشه، یا اینکه در سایه خانواده باشه، تشکیل خانواده باشه، اون حق اون فطری و غریزی که در زن هست، حق مادری، مادرداری و مادر بودن، اینم به اون برسد و اگرچه در سایه مردی باشد که یک یا دو همسر داشته باشه، بله یک یا دو همسر داشته باشه، کدام بهتر هست؟ بالاخره این عنوان حق زن هست، زندگی شوهر داشتن از حقوق هر زن است، شوهر داشتن. خب بخصوص این که این تعدد اکراه و اجباری درش نیست، یعنی هر دختر یا هر همسر هم زنی مسلمانی که حالا شوهر مرده مطلقه باشد میتونه با رضایت تن به ازدواج بده و میتونه این ازدواج هم نکنه، یعنی تن به ازدواج دوم و سوم، این که همسر دوم باشد همسر سوم یا همسر سوم نده. اینقدر در این مورد متاسفانه تبلیغات سو میکنن که تعدد معشوقات هیچ اشکالی نداره، اما تعدد زوجات خیلی براشون سنگین است. یعنی آقا متین اینو از زمان سید منصور، استاد منصور هم شنیدیم که کلا دیدگاه جامعه نسبت به تعدد این دیدگاه انزجار برانگیز و متنفر نسبت به قانون خداست. فطرت بشر اینطور خلق شده که میتونه یک مرد 4 خانواده را اداره بکنه و اونجا بحث جدایی است که انشاءالله در وقت خودش در موضوع تعدد بهش میرسیم. اما از باب این که این قضیه شهوترانی هست یا نیست، ما میگیم نیست، به خاطر اینکه اینجا مصالح اجتماعی دیگری حاکم هست که جای بحث خودش داره. ان شاء الله زمان تعدد خواهد شد که تعداد زن بیشتر باشه در جامعه، تعداد زن. آقا مهراب از ایران پرسید بودن که آیا حق کار و درآمد حق مرد زن هست یا نیست؟ اگر هست خب بخصوص این که زن بخواد در یک جمع، یک شرکت، یک دفتری کار بکنه که اونجا مردها باشن، آیا باز هم بهش اجازه میگیره؟ بله نکنید کار کردن زن ندرسم یک سری شرایط داره، یکی از این خزینه که اختلاط نداره، کلا اشکالی نداره از باب کلی. بله بله و اون مالی که به دست ما مال خودش هست، اما این کار کردن یه سری شرط ها داره که بعد این شرط ها مراد بشه. از جمله اون مسئله همین عدم اختلاط هست که در یک مودی که همه مرد باشن یک زن باشد، این از نظر شرعی مرد داره. باید اون غیرتش رو در اینجا نشون بده که در واقع اجازه دادن به همسرش در کنار مردان اجنبی آبرو و حیثیت اون زن و در کنار اون آبرو و حیثیت خانوادگی همه زیر پا میره در واقع. اما اون مالی که به دست میاره مال زن خودش هست. بله مرد هیچ گونه حقی نداره. ولی النساء نصیب من مکتسب، هر مالی که به دست میاره مال خودش هست، مرد هیچ حقی نداره. بله. آقا سارم از آلمان پرسیده بودن که آیا ازدواج متعه در تشیع یا تعدد به طور کلی در مذاهب اسلامی این حق دیدگاه شعبترانی مطرح نمیشه که تقریبا تا یه حدی مطرح کردیم.